تصمیم بارسا برای حضور در رقابت جذب امباپه. کلوب علاقه به مقایسه صلاح و رونالدو ندارم. سولشایر: صلاح هم روی فرم هست، اما همیشه طرفدار رونالدو هستم. پوگبا: اسلام به من شخصیت داد، برای کمک کردن به بقیه زنده ام. ژاوی و یک چراغ سبز دیگر برای هدایت بارسلونا. مسی، رونالدو، کدام یک سلطان ال کلاسیکو بود؟ سه شرط عجیب کاردی برای واندا، برمیگردم ولی؟ سرمربیان دو تیم لیورپول و منچستر یونایتد پیش از جدال حساس این تیم ها در لیگ برتر به صحبت پرداختند. یکشنبه شاهد برگزاری چهار دیدار حساس و سنتی دنیای فوتبال در چهار کشور معتبر و صاحب سبک فوتبال خواهیم بود. تیم های فوتبال لیورپول و منچستر یونایتد در چهارشنبه هفته نهم لیگ جزیره در ورزشگاه انفیلد شهر لیورپول به پیکار هم خواهند رفت. در همین حال سرمربیان دو تیم در نشست خبری پیش از تقابل با هم اشتراک کردند و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. یورگن کلوپ سرمربی لیورپول پیش از دیدار مقابل منچستر یونایتد گفت: دیدار منچستر مقابل آتلانتا را دیدم، حتی در نیمه اول که 2-0 بازنده به رختکن رفتن هم سه موقعیت مسلم گلزنی داشتند. بازی منچستر یونایتد و لیورپول یک مسابقه به شدت بزرگ هست و از اهمیت آن باخبر هستیم. مقایسه صلاح و رونالدو؟ چرا باید مقایسه کنیم؟ هر دو بازیکن در سطح کلاس جهانی هستند. پای چپ صلاح بهتر است، رونالدو احتمالاً روی هوا بهتر است و پای راست خوبی هم دارد. در زمینه سرعت نیز هر دو نفر سریع و تشنه گلزنی هستند. در کل خیلی به مقایسه کردن علاقه ای ندارم. اما در آن سوی دیگر سولشار نیز در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: بازی‌های مثل بازی چهارشنبه همواره ضرب‌دیدگی‌های جزئی را به همراه دارد. ما 2 یا 3 بازیکن داریم که چنین ضرب‌دیدگی‌های خفیفی دارند، اما تا یکشنبه صبر می‌کنیم و امیدواریم ترکیب کاملی داشته باشیم. این یک بازی بزرگ و جدال سنتی است. وقتی به شما شانس حضور در بازی با لیورپول داده می‌شود، هرچی در توان دارید وسط زمین بگذارید. صلاح یا رونالدو؟ من همیشه طرف رونالدو را میگیرم. او خاص است و رکورد گلزنیش در تمامی این سالها فوق‌العاده بوده است. اما صلاح هم در حال حاضر به شدت روی فرم هست. پرده برداری نشریه اسپانیوی از پیشنهاد نجومی PSG برای شکار پدیده بارسا. نشریه اسپانیوی موندو دپورتیوو از پیشنهاد نجومی باشگاه پاریس سن ژرمان برای پدیده اسپانیوی بارسلونا پرده برداشت. به نظر می رسد که پاریسی ها در سالهای اخیر به دشمن علنی بارسلونا تبدیل شدند و قصد داشتند از برگ برنده حضور لیونل مسی در تیمشان استفاده کرده و فاتی را برای بازی دوباره در کنار این فوق‌ستاره آرژانتینی ترغیب کنند. در همین رابطه نشریه اسپانیوی موندو دپورتیوو از پیشنهاد نجومی باشگاه پاریسی برای جذب آنسو فاتی پرده برداشته است. طبق این گزارش قرار بود پاریسی ها با پیشنهاد پرداخت پاداش 30 میلیون یورویی و دستمزد سالیانه 15 میلیون یورو وارد عمل شود. با گفته موندو، فاتی جا پای مسی نگذاشت و پیشنهاد این باشگاه پاریسی را رد کرد و حاضر شد با پول کمتر قراردادش را با بارسلونا تمدید کند. فاتی وقتی در آگوست 2019 در برابر اسوسونا گلزنی کرد، با جوانترین بازیکن تبدیل شد که برای بارسلونا در لالیگا گلزنی کرده است و در سپتامبر 2020 در لیگ ملت‌های اروپا نیز موفق شد در جریان پیروزی 4-0 اسپانیا در برابر اوکراین با جوانترین بازیکن تبدیل شود که برای لارخا گلزنی می‌کند. قهر واندانارا با مورو ایکاردی در روزهای اخیر هوایشی زیادی را برای ستاره آرژانتینی PSG ایجاد کرد. دوشنبه گذشته بود که واندانارا فاش ساخت که مورو ایکاردی به وی خیانت کرده است. پس از انتشار اخبار مبنی بر خیانت مورو ایکاردی به واندانارا و تمایل همسر موریتو به جدایی، او تمرینات پاریس سن ژرمن را رها کرده و برای دلجویی از همسر خود به میلان رفت. در نهایت او توانست شرایط را بهبود ببخشد و به نظر دیگر بحث جدایی مطرح نیست. ایکاردی به همین دلیل در تمرینات PSG غیبت داشته و بازی برابر لایپزیگ را نیز از دست داد، در حالی که گفته می شود دو شب گذشته به تمرینات PSG برگشته و از هم تیم هایش عذرخواهی کرده، یک برنامه تلویزیونی در آرژانتین ادعای دیگری را مطرح کرده است. بر این اساس ایکاردی برای بازگشت به PSG 3 شرط مطرح کرده و اگر واندا آنها را قبول کند، حاضر است بار دیگر به فوتبال بازگردد. در واقع واندا نه تنها همسر ایکاردی است که مدیر برنامه های او نیز محسوب می شود و ما 3 شرط ایکاردی.
هر دو صفحه اینستاگرامشان را ببندند. ابتدا نیز باید واندا تصویری با همه اعضای خانواده منتشر کرده و اعتراف کند که صلح و آشتی برقرار شده است. دومین شرط این که واندا فعالیت‌های شغلی دیگر خود را کنار گذاشته و تنها با مدیریت برنامه‌های فوتبالی ایکاردی متمرکز شود. سومین شرط هم این که دیگر هرگز بدون ایکاردی از جت اختصاصی استفاده نکند. با این حال باید به نظر می رسد که واندا با این شروط موافقت کند، به خصوص که بخش عمده درآمدی او از صفحه اینستاگرام و نیز فعالیت های مدلینگ او هست. مدیران بارسلونا در حال بررسی شرایط این باشگاه برای ارائه پیشنهاد به کیلیان امباپه در تابستان سال آینده هستند. هنوز چند ماهی از اعلام رسمی بدهی بیش از 1 میلیارد روی باشگاه بارسلونا توسط خوان لاپورتا رئیس این باشگاه نگذشته، اما روزنامه اسپانیایی آس روز جمعه خبر داده است که منابع نزدیک به باشگاه تایید کردند که آنها در حال بررسی شرایط جذب کیلیان امباپه هستند. قرارداد این بازیکن 22 ساله در پایان فصل جاری با پاریس سن ژرمن به پایان می‌رسد و در نتیجه می‌تواند در تابستان سال آینده به عنوان بازیکن آزاد از این تیم جدا شود. رئال مادرید رقیب سنتی بارسا مدعی اصلی جذب کیلیان امباپه هست. آنها تابستان امسال نیز پیشنهادهایی را برای خرید این بازیکن به پی اس جی ارائه کردند که همگی از سوی مدیران این باشگاه فرانسوی رد شد. با این حال این باشگاه کاتالانی قصد دارد شرایط مد نظر امباپه را سبک و سنگین کرده و مذاکرات را با این بازیکن و مدیر برنامه‌های او برای امضای قرارداد در تابستان سال آینده انجام دهد. آس اضافه کرده که علاقه بارسا به امباپه میتواند به عنوان برگ برنده از سوی امباپه به کار گرفته شود تا مبلغ دستمزدش در رئال مادرید را افزایش دهد. پوگبا ستاره فرانسوی منچستر یونایتد در مورد مسلمان شدن خود صحبت کرد. پل پوگبا هافبک 28 ساله و فرانسوی منچستر یونایتد به عنوان یکی از بهترین هافبک‌های جهان به حساب می‌رود و همچنان جزء چند بازیکن درجه یک مسلمان فوتبال اروپا نیز شناخته می‌شود. پوگبا با اسکای اسپورت درباره گرویدن به دین اسلام مصاحبه ای را انجام داده است. فکر میکنم دین اسلام به من شخصیت داده. گاهی شما درباره هدف خلقت خودتان سوال میکنید و من فکر میکنم اسلام در این باره پیروانش را آگاه میکند. یک مسلمان همیشه بدن بالی نشان دادن یک الگوی خوب از مسلمانان هست تا تمام مردم دنیا بشناسدشان. این کاری است که پیشوایان ما انجام میدادند و ما هم الگو گرفتیم. ما میخواهیم کار خیر انجام بدهیم و گاهی یک لبخند نیز کار خیر محسوب میشود. میدانم که نمیتوان کل دنیا را تغییر داد، ولی تغییر یک نفر هم کافی است. فکر میکنم من برای همین زنده ام که به بقیه کمک کنم. اسطوره بارسا و سرمربی کنونی الصد قطر در تازه ترین مصاحبهش در خصوص نیمکت کاتالانی ها گفتگو کرده است. بسیار از کارشناسان معتقدند که در صورت برکناری رونالد کومان، ژاوی هرناندز جانشین ایدئال برای مرد هلندی نیمکت آبی و آنری ها خواهد بود. با حضور ژاوی لاپورتا میتواند از هواداران درخواست صبر و فرصت کند، زیرا با حضور هافبک خوشنقش سابق لاروخا در نو کمپ یک پروژه طولانی مدت آغاز خواهد شد. در همین رابطه هافبک پیشین بارسلونا در گفتگوی در پیوند به گزینه بودن خود برای جانشین رونالد کومان روی نیمکت کاتالان ها صحبت های را مطرح کرده است. حالا ژاوی هرناندز در این خصوص این چنین گفته است: نشستن روی نیمکت بارسلونا رویای من هست. این موضوع است که من هیچگاه آن را پنهان نکردم. در صورتی که اگر پیشنهادی برسد من در نظر خواهم گرفت و آن را بررسی خواهم کرد. لینل مسی و کریستیانو رونالدو ستاره‌های سابق لالیگا آمار درخشان را در ال کلاسیکو از خود بر جای گذاشتند. مسی و رونالدو فوتبالیستایی هستند که دوره درخشانی را در جهان فوتبال به نام خود به ثبت رساندند و حالا باید اولین ال کلاسیکوی فصل جدید رقابت‌های لالیگا را از صفحه تلویزیونی تماشا کنند. پس از سال‌های طولانی این اولین بار است که هیچ یک از این دو بازیکن در پیراهن بارسلونا و رئال مادرید در ال کلاسیکو حضور نخواهند داشت. اما چه کسی آمار بهتری در ال کلاسیکو بر جای گذاشته است؟ ما آمار این دو گلزن افسانه را در این دیدارها مرور خواهیم کرد که بسیار آن را بهترین بازی فوتبال دنیا می‌دانند. چه کسی بیشترین گل را به ثمر رساند و چه کسی بیشتر بازی کرد؟ لو مسی 45 بار در برابر رئال مادرید قرار گرفت و رونالدو 30 بازی مقابل بارسلونا برگزار کرد. اولین بازی این ستاره آرژانتینی در سال 2005 انجام شد، در حالی که این ستاره پرتغالی در سال 2009 اولین حضورش در ال کلاسیکو را تجربه کرد. بازیکنی که بیشترین تعداد پیروزی را به دست آورد مسی بود که 19 بار برابر رئال مادرید برنده شد و در مقابل رونالدو تنها در 8 بازی به پیروزی رسید. بنابراین آمار یعنی مسی در 42% بازی ها پیروز شده است و رونالدو تنها در 27% دیدارها برنده از زمین خارج شده است.
در زمینه گلزنی مسی بازیکن است که بیشترین تعداد گل را به ثمر رسانده، 26 گل. هرچند 18 گلی که رونالدو وارد دروازه بارسا کرده به این معناست که این بازیکن پرتغالی ضریب گلزنی بهتری دارد. 0.58 صدم گل برای لئو و 0.6 گل برای کریستیانو رونالدو. در زمینه پاس گل نیز عملا رقابتی وجود ندارد، چرا که رونالدو تنها یک پاس گل ارسال کرده و مسی 14 پاس گل برای هم تیمی هایش فرستاده است. مسی در ال کلاسیکو هایی که در میدان حضور داشته 128 شوت به سمت چارچوب زده و رونالدو 119 شوت به سمت دروازه زده است.